سلام و وقت شما بخیر به مجموعه خبری ساعت 6 با من منیر زمدی از هزارا ولت خوش آمدین در نخست سرخط خبرها طالبان محدودیت های سخت ای برای اسکان مردم در جاغوری ایمال کرده است ستاد انتخاباتی کاملا هریس توافق ترامپ با طالبان عواقب فاجعه بار داشت آدم رو بایان در هیرات یک کودک را ربودند یک عضو طالبان در درگیری با نظامیان پاکستانی کشته شد. درگیری فیزیکی طالبان و باشندگان پنشیر ده عضو طالبان و یک باشنده محلی زخمی شدند. طالبان در غور هفت نفر را در ملای عام شلاق زدند. قتل فجی یک جوان در غور توسط طالبان و در اخیر طالبان در تخار بس های آموزگاری را در بدل 50 تا 60 هزار افغانی میفروشند. مشروع خبرها این امنی طالبان در جاغوری به نمایندگان روستای این ولسواری در غزنی دستور داده که اگر ساکنان آنجا به جای دیگری در جاغوری یا غزنی نقل مکان می کنند یا از مناطق دیگر به جاغوری می آیند باید مجوز ویژه از طالبان دریافت کرده و زمانت بدهند در این نامه که به دست افغانستان انترنشنل رسیده است پلیس طالبان در ولسوالی جاغوری به قریداران دستور داده است هر فردی که وارد جاغوری می شود باید زمانت هایی از قریدار، ملا امام مسجد و از صاحب خانه ارائه کند. همچنین هر فردی که قصد نقل مکان دارد باید فرمه نقل مکان را از طالبان به دست آورد. این دستور به امضای محمد خاله الدین ایوبی فرمانده امنی طالبان در جاغوری در دوازده سنبله صادر شده و در آن تاکید شده است که در صورت تخلف مسئولیت متوجه قریدار عمومی و نماینده قریه خواهد بود. در نامه آمده است هر شخص که از ولسوالی مذکور در جاهای مختلف ولسوالی یا ولایت باشد طبق اصول تبدیل مکان نماید. ستاد انتخاباتی کاملا هریس نامزاد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری گفته است که توافق دونالد ترامپ با طالبان منجر به فروپاشی دولت افغانستان و خروج آشفته نظامیان امریکایی از این کشور شد. به گزارش سی مورگان فین کلشتاین سخنگوی امنیت ملی کارزار هریس روز شنبه در بیانیه از رفتار ترامپ با افغانستان به عنوان نمونه ای از سیاست خارجی او یاد کرده که سربازان امریکا را در معرض خطر قرار داد پیش از این ترامپ از بایدن و هریس به خاطر چگونگی خروج نظامیان امریکایی از افغانستان انتقاد می کرد. مورگان فینکلشتاین گفته است ترامپ بی شرمانه به معاون رئیس جمهور حمله می کند زیرا او امیدوار است بتواند کشور را فریب دهد و فراموش کند که اقداماتش استراتژی ایالات متحده را تضعیف کرده و سربازان و متحدان ما را در معرض خطر قرار داده است. ترامپ میخواست چند روز قبل از یازده سپتامبر طالبان را به کمپ دویت بیاورد و این فکر کنید او افزوده است که ترامپ با همان افرادی که با خشونت افغانستان را تصرف کردند معامله بدی انجام داد و منجر به فروپاشی دولت افغانستان شد منابی در شهر هرات به م... آدم رو بایان یک پسر یازده ساله را از مقابل یک مکتب خصوصی را بودن. این کودک امیر محمد نام دارد و دانش آموز سنفی سیوم مکتب است. یکی از بستگان نزدیک امیر محمد گفت که این کودک صبح امروز یک شنبه اجدی سنبوله از مقابل مکتب خصوصی میراج از محله حاجی حباز در ناحیه دوازدهم همه شهر را ربوده شده است. به گفته این منبع آدم رو بایان شامل دو زن و یک مرد این کودک را سوار یک موتر نوی پاسوی سیا کردن. منبع گفت که آدم رو بایان این کودک از میان درختان دور از پوشش دوربین امنیتی با خود بردن و گفته این منبع معلم امیر محمد او را هنگامی که در چنگ آدم رو درخواستی کمک میکرد دیده است و گفته این منابع امیر محمد پسری علی احمد کریمی باشنده اصلی ولسوالی مالستان غزنی است علی احمد کریمی سنگ فروشی دارد طالبان در حیرات تا اکنون درباره این آدم ربایی چیزی نگفتند علی رغم ادعای طالبان درباره تامین امنیت قتل و اختطاف همچنان جریان دارد هماروزه روزه از قتل های مرموز و کشف اجساد از ولایت ها گزارش می شود اعضای طالبان تأیید می که یک جنگجوی این گروه در درگیری با نظامیان پاکستانی در مناطق مرزی ولسوالی زازه آریوب پکتیکا کشته شده است در پیامی که در گروه واتساپ اعضای طالبان نشر شده آمده است که این جنگجو شفیع الله رهبر نام داشت و باشنده اصلی منطقه گامیش ولسوالی قرباغ غزنی بود اعضای طالبان گفتند که شفیع الله رهبر دیروز شنبه عبدی سنبله در مناطق مرزی زازای آریوب پکتیا در درگیری با نظامیان پاکستانی کشته شده است. دیروز از درگیری در منطقه مرزی ولسوالی زازه میدان ولایت خوست گزارش شده بود. طالبان تا اکنون درباره این درگیری چیزی نگفتند. ولسوالی های زازه آریوب و زازه میدان هر دو در مرز پاکستان قرار دارند. پیش از این هم طالبان در این مناطق با نظامیان پاکستانی درگیر شده اند. منابع محلی در پنشیر می گویند که بر اثر درگیری فیزیکی طالبان و شماری از باشندگان ولسوالی روخه این ولایت دست کم در عضو طالبان و یک باشنده محلی زخمی شدند. و گفته ای منابع این درگیری پیش از چاشت دیروز جمعه شانزی سنبله در بازار ولسوالی روخه و پس از حادثه ترافیکی موتر حامل اعضای طالبان با موتر یک باشنده پنچیر رخ داده است. منابع می گویند که اعضای طالبان پس از این حادثه ترافیکی به با تمام باشندگان پنشیر دشنام می دهند و به همین دلیل باشندگان محل و دکانداران با آنان درگیر می شوند. بر اساس اطلاعات منابع باشندگان محل با مشت و لگد و چوب با اعضای طالبان درگیر شدند و آنان را زخمی کردند. به گفته منابع پس از این درگیری چهار عضو طالبان به شفاخانه منتقل شدند منابع محلی میگویند که اعضای طالبان مسلح بودند و برای تفریح به ولسوالی روخه رفته بودند بر اساس اطلاعات منابع پس از درگیری قطعات نظامی طالبان در پنشیر بیش از ده تن از باشندگان محل را بازداشت و زندانی کردند مسئولان محلی طالبان در پنشیر تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده اند. منابع در غور میگویند که طالبان در مرکز این ولایت هفت نفر را به اتهام فرار از منزل و زنا در ملای عام شلاق زدند یک منبع محلی در غور گفت که این هفت نفر شامل چهار مرد و سی زن هستند و گفته این منبع حکم شلاق بر این افراد پس از چاشت امروز شنبه هفته سنبله در ورزشگاه غور اجرا شده است دادگاه عالی طالبان نیز با نشر خبرنامه ای گفته است که بر اساس حکم فیصله دادگاه مرافع این گروه در غور هفت نفر به اتهام فرار از منزل، تجاوز به حریم خصوصی و زنا در ملای عام در مرکز این ولایت شلاق زده شده اند. دادگاه عالی این خبرنامه خود را پس از دقایق حذف کرده است در خبرنامه دادگاه عالی طالبان آمده است که متهمان هر کدام از 29 تا 39 ضرب شلاق و از 4 ماه تا 4 سال زندان محکوم شدند به نقل از خبرنامه دادگاه عالی طالبان در جمع متهمان یک زن شامل بوده که به 29 ضرب شلاق و چهار ماه حبس محکوم شده است طالبان امروز از اجرای حکم شلاق بر چهار نفر در ولایت های بامیان و میدان وردگ نیز خبر دادند این گروه معمولا افراد متهم به فرار از منزل رابطه جنسی خارج از ازدواج و رابطه جنسی همجنس با هم جنس را شلاق زنند اجرای حکم شلاق در ملای عام از سوی طالبان در حال جریان دارد که نهادهای حقوق بشری این چونین مجازات را خلاف قوانین بین المللی و کرامت انسانی میدانند و خواستار توقف آن هستند منابع محلی در غور می گویند که استخبارات طالبان در این ولایت یک جوان را پس از کشیدن چشمانش به گونه فجی به قتل رسانده است. منابع روز شنبه هفته سنبله گفتند که طالبان این جوان را دو هفته پیش از شهر فیروسکو در مرکز غور بازداشت کرده بودند. به گفته منابع این جوان کمال الدین نظامی نام داشت و به تازگی از ایران بازگشته بود. منابع تاکید می کنند که کمال الدین پس از سه شبانه روز شکنجه توسط استخبارات طالبان به قتل رسیده است. به قول منابی، کمال الدین دانشجوی حسابداری در یکی از دانشگاه های شهری شیراز ایران بود، از سوی هم برخی منابی نزدیک به طالبان مدعی شده اند که این جوان به اتهام داشتن ارتباط با گروه داعش به قتل رسیده است. خانواده این جوان ادعای طالبان را رد کرده و خاطر نشان کردند که کمال الدین سرگرم تحصیل بود. طالبان به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که چندی پیش نیز طالبان یک جوان دیگر را که از ایران برگشته بود به گونه فجی در حیرات به قتل رسانده بودند. منابع محلی در تخار میگویند که رئیس معارف طالبان در هماهنگی با آمر استخدام این گروه شماری از بس های آموزگاری را در این ولایت می فروشن. منابع در ریاست معارف طالبان در تخار روز شنبه هفته سنبله گفتند که در تازه ترین مورد شماری از بس های آموزگاری در مکتب های دخترانه نمبر اول، بیبی بی مریم، بیبی بی هوا، لیسه دخترانه چشمه شیر، و مکتب ملا عبدالودود شهید در شهر طالقان از سوی رئیس معرف طالبان فروخته و آموزگاران استخدام شدند. و گفته منابع رئیس معرف طالبان در هماهنگی با آمر استخدام این ریاست است بست های کمبود را در طالقان در بدل 60 هزار افغانی و در غلص های این ولایت در بدل 50 هزار افغانی به فروش رسانده است. منابع تصریح کردند که آموزگاران تازه نخست توسط مدیران مکتبها شناسایی شده و سپس به ریاست معرف معروفی می شوند. مقام های ریاست معرف طالبان در تخار تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این نیست طالبان در ریاست معرف تخار شماری از کارمندان این اداره که تجربه کاری تخصص و سابقه زیادی داشتن را بر کنار و به جای آنان افرادی وابسته به خودشان را مقرر کرده بودند. از اینکه تا پایان این سرویس خبری با ما بودید جهان سپاس تا دیدار بعد بدرود.